استاد نرزالله لطیپوف شورتیارترین شوره ورزشی توجک که او را نیکلای ازیوروف توجک هم نام میبرند روز دوم فوریه به سن 70 رسید. او با شرح بازی های فوتبال سال 1969 وقتی که همگی 17 سال داشت آغاز کرد و اینک در طول بیش از نیم عصر استاد نرزالله لطیپوف شوره ورزشی از همه محبوب و کارشناس از همه بیشتر اعتراف شده پیرامون تمام مسائل مربوط به دیروز و امروز فردای ورزش توجک دانسته می شود. استاد نرزالله لطیپوف را حتی قاموس زنده یعنی انسیکلوپدیای زنده ورزش توجک می نامند و انگشتی حیرت می گزند که او چگونه اینقدر معلومات را با تمام جزئیات درباره نوع‌های کاملا مختلف ورزش چه درباره تاریخ این نمودهای ورزش و چه درباره وضع امروزش را می تواند در سر خود گنجاند. استاد نرزالله لطیپوف حتی در بوستانسرایش در لوچوب آثارخانه تاریخ ورزش توجک را تأسیس داده است. این باز یک دلیل دیگر اخلاص و محبت و جانفدایی او برای ورزش توجک است. پدر و مادر استاد نرزالله لطیپوف اسمت بوبیف و حامیه لطیپوف از فیضو بودند و از نخستین آموزگاران در آن نوعیه به شمار می روند. از بس که آن سالها اداره های زک در همه جا نبود پدر و مادر او با نیکوی مسلمانی ازدواج کردند و به این سبب استاد نسب مادرش را گرفته لطیپوف شده است. خود استاد لطیپوف در دوشنبه به دنیا آمده به وی رسید است. او سال 1968 مکتب رقم 34 را در پایتخت با مدال نقره ختم کرده عزم داشت که به دانشگاه دولتی صنعت تئاتر به نام لوچینسکی شهر مسکو داخل شده مثل اتوم محمد جانوف و محمود جان وایدوف هنرپیشه تئاتر و سینما شود. ولی در برخی اوجت های لطیپوف و در برخی اوجت های دیگر بلند روسی لطیپوف نوشته شدن نسبش مانع سپردن حجت های استاد به دانشکده مسکو شد و او مجبور شد که از بر ارزوی کودکیش گذشته حجت هایش را به شعبه ژورنالیستیکا دانشگاه دولتی تاجیکستان سپرد. ژورنالیستیکا نیز برای استاد نرزالله لطیپوف پیشه که از خود شده بود. او هنوز در سالهای مکتبی در رادیو تاجیکستان برنامه سوپی پیانر را میچرخونید و در تلویزیون تاجیکستان نیز مجری برنامه گلخن بود. سال 1969 رادیوی تاجیکستان آزمون شوره ورزشی اعلان کرد و استاد نرزالله لطیپوف نیز خوش بخت خود را سنجد. نتیجه این شد که رهبر وقت کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امینجان شکوی ماز او را انتخاب کرد و این نه فقط نخستین جای کار رسمی او در سوای ژورنالیستیکا شد بلکه روی زندگی استاد نرزالله لطیپوف شد و او را عمر بود به ژورنالیستیکای ورزشی پیوند داد. بار اول استاد لطیپوف دوم ایون سال 1969 برای شرح بازی بین دسته های پامیر و انرژیتیکا به پخش مستقیم برآمد. در آن بازی تقدیر روخت به لیگ یکم فوتبال SSSR حل می شد. بازی رو انرژیتیکا برید که بعد چنده تبدیل نام کرد و با نام پامیر اسم خود را با خطای زرین در تاریخ فوتبال و عموما ورزش توجک به سرعت ابدی حکوکی کرد. برابر پامیر نام استاد نرزالله لطیپوف و باریس کوم که هر دو در طول بیش از 20 سال شرح بازی های پامیر را انجام می دادن نیز در تاریخ ورزش توجک با خطای زرین ثبت شده است. در سالهای 70 و اول سالهای 80 تلویزیون ها هنوز خیلی کم بود و مردم از جریان بازی های پامیر اساسا از رادیو و از صدای باریس کوم و استاد نرزالله لطیپوف خبر می یافتند. باریس کوم در اول سالهای 90 به امریکا کوچید ولی استاد نرزالله لطیپوف در وطن ماند و تا حال صادقانه برای ورزش توجک خدمت میکند. تقریبا 20 سال اخیر او شوره ورزشی رادیوی آزادی و رئیس انجمن ژورنالیستان ورزشی تاجیکستان است و بیش از نیم عصر باز استاد نرزالله لطیپوف برحق داننده از همه بهترین تمام مسائل ورزشی توجک یعنی ابر استاد ژورنالیستیکای ورزشی تاجیکستان به شمار می رود. جشن مبارک استاد.